به نام یادی خدا، هری کین گرانترین فوتبالیست دنیا می شود. انتقال امباپه به رئال مادرید پیش از ویروس کرونا قطعی شده بود. در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. با گزارش نشریه دیلی میل، باشگاه تاتنهام برای فروش کاپیتان و ستاره بزرگ خود هری کین قیمت 200 میلیون پوندی تعیین کرده است. روزنامه انگلیسی دیلی میل اعلام کرده رئیس باشگاه تاتنهام مصمم است که در پاسخ به باشگاه‌هایی که خواهان جذب هری کین هستند، قیمت او را 200 میلیون پوند اعلام کند. به این ترتیب هری کین در صورتی که با این قیمت به باشگاه دیگر منتقل شود، رکورد نقل و انتقالات دنیا را شکسته و گران قیمت‌ترین فوتبالیست دنیا خواهد شد. رئیس تاتنهام پیش از این تایید کرده که باشگاهش در تابستان آتی اجازه ترک تاتنهام را به هری کین خواهد داد. تاتنهام این روزها بیش از سایر باشگاه‌های لیگ برتر تأثیر بحران مالی ناشی از ویروس کرونا را حس می‌کند، چرا که این باشگاه علاوه بر سایر هزینه‌ها باید اقساط استادیوم تازه ساز 1 میلیارد پوندی خود را همچنان بپردازد. شاید به همین خاطر بود که تاتنهام یکی از اولین باشگاه‌های انگلیسی بود که تصمیم گرفت بخشی از کارکنان خود را به مرخصی اجباری بفرستند، با اینکه می‌دانست چنین اقدامی از نظر روابط عمومی برایشان گران تمام می‌شود. باید افزود که از منچستر یونایتد به عنوان اصلی ترین گزینه انتقال هری کین نام برده می شود، ولی باید دید آیا شیاطین سرخ حاضرند یا می توانند قیمت مورد نظر رئیس تاتنهام را برای جذب هری کین پرداخت کنند یا خیر. البته چند باشگاه بزرگ اروپایی هم تمایل دارند ستاره گلزن تاتنهام را در تیم خود داشته باشد. در همین حال یکی از بازیکنان سابق PSG در ادعای عجیب اعلام کرده پیش از شیوع ویروس کرونا انتقال امباپه به رئال مادرید عملا قطعی شده بود. روتن، یکی از بازیکنان سابق پاری سن ژرمن، در ادعای جنجالی اعلام کرده پیش از شروع ویروس کرونا در دنیا انتقال کلون امباپه به رئال مادرید عملا قطعی شده بود و بعد شیوع بحران تصمیم گرفته شد که فعلا در این باره حرفی زده نشود. او میگوید انتقال امباپه به برنابو 100% اتفاق میافتد و تنها به زمان بستگی دارد. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که شایعات درباره انتقال پدیده فرانسوی به رئال مادرید مدت هاست که وجود دارد و زیدان سرمربی رئال مادرید بارها اعلام کرده که امباپه را به شدت تحسین می کند. امباپه که در سال 2017 از موناکو به PSG منتقل شده تا سال 2022 با این تیم قرارداد دارد، ولی با وجود تلاش های زیاد باشگاه فرانسوی تا حالا از تمدید قراردادش سر باز زده است. هافبک سابق PSG در این باره گفته من از منابع درون باشگاه خبر دارم که پیش از شروع بحران ویروس کرونا انتقال امباپه به رئال مادرید عملا قطعی شده بود، اما با توجه به اتفاقی که افتاده و بحرانی که به وجود آمده شک ندارم که انتقال او به رئال مادرید فعلا به تعویق افتاده است. این ستاره سابق پاری سن ژرمن در ادامه گفته امکان ندارد امباپه قراردادش را با باشگاه PSG تمدید کند. آنها با هم به توافق خواهد رسید و PSG موافقت میکند که امسال تابستان به او اجازه ترک باشگاه را بدهند. به نظر من جدای امباپه حتما اتفاق میافتد و فقط زمانی دقیقش هنوز مشخص نیست. نظر شما در مورد این دو خبر ورزشی چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.